ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Имрӯз гар ҷавонам дар орзуи фардо, имрӯзи ман ба номи фардо пур аз ҷавонист. Ҳоло ки ман ҷавонам, наврӯзи соли умр аст. Ҳар лаҳза зиндагиам сарфоли фоли умр аст. Ҳоло ки ошиқам ман, андар дилам туи ту, ҳадди камоли ишқу, ҳадди ҷамоли умр аст. Саломи пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред, бинандагони азизу гироми қадр. Бо таманнои ҷавонии ҷовидонаи шумо барномаи навбатии офтобборонро ҳусни оғоз мебахшем. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо устоди азизамон номзади илмҳои филологӣ устод Нуралӣ Нурзод. Устоди азиз, хушомадед мегӯем ба барномаи мо. Дар барномаи имрӯза низ мехостем яке аз шеърҳои устод Лоиқро шарҳу тафсир мефармудед. Шеъре ки мо интихоб кардем, аз нигоҳам шарора хоҳад монд, аз бисотам ситора хоҳад монд. Мехостем ки он маъноҳои доманадор, он маъноҳои пӯшидае ки дар ин шеър шоир баён карда аст, шарҳ ва тафсир менамудед. Ташаккур. Воқеан баъзе андешаҳоам ҳаст ки аз дар асл шеъри устод Лоиқ ба он самимият, соддагӣ, равониву салосате ки дорад, шояд ниёз ба шарҳ надорад. Аммо назари ман ин аст ки дар ин соддагиву равонӣ, дар ин назокатҳои сурудҳои устод Лоиқ ҳикматҳое ҳастанд ки бояд онҳо тавзеҳ дода шаванд, яъне ба тавзеҳ ҳам ниёз доранд. Барои баъзе нафарҳое аст хонандаҳое ки мехоҳанд маънӣкушоӣ кунанд. Хуб, ҳамин ғазале ки мо имрӯз онро баргузидем, аз ҳамин байти аввал маълум мешавад ки аз нигоҳам шарора хоҳад монд, аз бисотам ситора хоҳад монд. Як шарҳу тафсири нубуғи шоири аст. Яъне устод Лоиқ ба он нубуғе ки дар вуҷуди худ доштанд, ҳамин матлабро маърифат карданд. Яъне аз нигоҳ шарора монданд, ин рӯшани чашм аст. Яъне инсонҳое ки мегӯянд нигоҳашон рӯшан аст, нигоҳ албатта нигоҳи замир манзур аст. Яъне аз ман ҳадафи сухан ҳамин аст ки аз саропоям ғазал чизе аз шоир, аз инсонҳое ки ба сухан сарокор буданд боқӣ монанд. Мисли аз бисотам мебинед, аз бисотам ситора хоҳад монданд. Аз ман ситора мондан ба маънии ҳамин шеър аст. اون شرار هم این ستاره هم شعر است و ببینید در بیت بعدی میگن که در کنار زمین اجدادم قلب من به کنار خواهد ماند. این شاعران بیشتر انسان های صاحب دل هستند و یعنی دارای دل صاف و پر از محبت. یعنی اینجا قلب من در کنار زمین اجدادم، این زمین تا مثل زمین پهنای اجداد ما که قلمرو آریاناست یا قلمرو بزرگ است، از وسعت تاریخی، از وسعت معنوی استاد لایق با اشارت بر همین قلم رو تاکید میکنم که قلب من به کناره خواهد موند. یعنی دلی میگن چی میگن در تعبیر مردم میگن دلی کشاد، که اینم یک مثلا یعنی چون محصولی همه اندیشه ها، همه یعنی همه دیدگاه ها است، یعنی سرچشمه وجود انسان هم همه دل است، بریم دلی که به کرانه است. ببینید و در ادامه وقتی میگن که در کناری در شماری تمام درد بشر، درد من به شمار خواهد ماند، اینجا یک اشارت به مطلبی هست که استاد لایق میخوان که یعنی شاعران نبض قلب های انسانیت را احساس میکنن. اینا یک شاعر معروف آلمانی هنریک هنیه میگه که اگر جهان بترکد نخست درزه های دل شاعران احساس میکنن. یعنی برای چی درد من به شمار خواهد ماند؟ برای اینکه درد تمام بشریت رو شاعران احساس میکنند، چون درد خود. یعنی وقتی اون دردها بالای هم زن میشوند، یعنی یک دردی به شماره که به بالای درد خودی شاعر زن میشوند. و از زمین نگاه یعنی اینجا یک شخصیتی بسیار منور، شخصیتی منیری استاد لایق چیز مجسم میشود، به خاطر اینکه این سخنهای است که از قلبی همین نفر، یک نفر دریادیل بیرون است. اما دلی بیکران هم همون دلی دریای است که همیشه ما در سال لایق در زندگیشان هم شناختیم و بعد از مرگشون هم همون از کلامشان انمین احساس با جلوه می آید. خب بعدا ما وقتی میگه که پیش چشمی زمانه نیک بدم در سخن آشکار خواهم. اینجا البته سخن شاعر مثلا هر کس به طریقش
معنی میکند و در برابر این مثلا انسان ها در نگاه انسان های دیگر هر گونه جلوه میکنند، یکی مثلا نیک و یکی بد، این نگاه هر کس است، یعنی هر کس هر گونه عقیده دارد، بینش دارد، نگاه دارد و به همین چیز اشاره میکنند. سوالی که پیش چشم زمانه نیک و بدم، یعنی اگر زمانه هر چی نیک و بدم هست در سخن آشکار میخواهم، یعنی اینجا یک فضیلت های شخصی استاد لایق هم روشن میشه، چون که استاد لایق همیشه مردی راستگو، راستقال و سخنشون آشکار میکنه، حتی برای شاگرداشون هم مثلا نفری بسیار حکایت میکنن که اون کسایی که به خاطر مثلا اشعار خودشون به استاد لایق منظور میکنن از یک خواندن آشکار میگفتن که یعنی تو شاعر میشی یا نمیشی، یعنی بسیار یعنی فضیلت شخصیشون اینجا هرچند میگن که در سخن آشکار میگن، یعنی من همین حرفای دلم در سخن آشکارا میگویم، لیکن در زندگی شما یعنی یک تجسم شخصیت و خب نگاهی شاعران، تجسم شخصیت و در شعر بسیار روشن است. و من ببینید وقتی بعد از این میدونم یک رسالت شاعر آشکارا میگن که از کسی یک خسی نمیماند از من مورد دوباره خواهد ماند، مورد دوباره اصول باید انمین آثارشون انمین دیوان هایی هستن که همین شعرشون هستن که این در همه جا صدا میده. واقعا این شاعری گفته میتونه که وقت نبوغ شاعری خودش احساس کرد. اصلا لایق این در ادبیات کلاسیک ما خیلی زیاد است، مثلا در سخنرانی الهی به تو یار از کمال میگن که حسد چی میبری ایستوس نظم بر حافظ قبول خاطر لطف سخن خدا داده است، مثل این در انمین اینها این غرور نیست، این نبوغ شاعری است که این شاعر خودش درک کرد، خودش مقام خودش کشف کرد. برای همین اصلا میگن از کسی یک خسی نمیموند، انا ببینید همینجا از کسی یک خسی نمیماند، این یک طرز بیان هم بسیار شاعرانه است، یعنی اینجا گویا که در ترکیب یک مصرع کسی و خسی در برابر اون که مثلا چی هستن تجنیس لفظی میگن در ادبیات شناسی، لیکن یک قافیه درونی یا مثلا سجعی درونی در شعر ایجاد کردن که از کسی یک خسی نمیماند. این و در برابر این هم یک خس نماندن هم یک عباره بسیار مردمی در شعر اصول لایق، یعنی رجوع اصول لایق به شعری با فرهنگ مردمی در افاده برای افاده همین مطلب ها یا برای نزاکت سخنشون خیلی تاثیر گذاشته است و بسیار خوب میشد که مثلا از همین لفظا یک شعر اصول لایق شناخته شود، یعنی جایگاه همین فرهنگ مردمی در شعر لایق واقعا جایگاه خاص است و خیلی مهم است. این رسالت شاعر بسیار مهم است، این چیز من به اون خاطر تاکید کردم که یکی از وظیفه شاعر یکی از رسالت شاعر همین است که باید زبان و فرهنگ مردم را حفظ کند، تنها توسط همین شعر این باقی میماند، مثلا امروز با توسط همین شعر اصول لایق همین تعبیرهای مردمی باقی میماند و گردن متاسفانه با این تاثیر جهانی شوی در زبان تاثیر زبان بسیار مفهوم ها بسیار سنت ها بسیار افاده های فرهنگ مردمی ما از ما رفته شدند. و حسن انجام، حسن مقطع شاعر رو توجه کنیم، پاره های دل شکسته من شعر من پاره پاره خواهد ماند، میخواستیم اندیشه های خود رو بیان میکردید که تا چه اندازه انجام فکر شاعر در این شعر چی است؟ ببینید یک همین واقعا یک سرانجام همون مطلبی که گفتیم که اینجا هم از خون از رسالت شاعر است و یک جنبه است زیبا کردن اصول ببینید پاره های دل شکسته من و یعنی چی؟ خودشون به این پاسخ میدن، یعنی شعری من میبینید در ادبیات شناسی یک مفهوم است، تفسیرهای داخلی در شعر، یعنی اولین شارح شعری شاعر خود اوست، یعنی پاره های دل شکسته من در نظر اول پاره های دل شکسته هم مثلا این تعبیر هم هست دل شکسته، اما اینجا استاد لایق پاره های دل شکسته من یعنی تفسیر میکنه شعری من یعنی پاره های دل شکسته من، همون پاره های دل شکسته شعر شدن که ببینید در مصرع دوم شعری من پاره پاره خوانم، اینجا پاره پاره حتی با همون نبوغ شاعری که امروز واقعا اگر استاد لایق مثلا خودشون بارها با ابدیت این مصرع و سطرها اشاره کردن، ببینید ما چقدر در کنار همین قدر نبوغ بلند با خاکساری ببینید که میگن که شعری من پاره پاره خوانم، نه همه شعرم بخونم شعری من پاره پاره خوانم. و اینجا یک واسطه در اینجا در همین کلمه پاره در مصرع اول یعنی پارچه های شعری پاره های دل شکسته من یعنی پاره های دل شکسته و در مصرع دوم پاره پاره یعنی نه همه شعر یعنی پاره پاره مثلا قطعه قطعه که در اینجا مثلا با استفاده کلمه پاره یک تجنیس خیلی زیبایی در شعر اصول لایق مجسم کرده و حاصل سخن چی است، یعنی اینجا افاده که هرچند که شعر محصول دل شکسته است
اما باید برای ابدیت بمونه، چون که انسان ها بیشتر در حال افسرده حالی، در حال غم اندوه به شعر پناه میبرند، یعنی از شعر کمک میجویند. این مسئله مطلب هم هست، یعنی که چرا مثلا پاره های دلشکسته میبرند، چون که شعر هم بیشتر در حال کمتر اتفاق میفته است که انسان ها یعنی شاعران راستین در حال مثلا شادی و نشاطی شد شعر گویند، یا مثلا این کم اتفاق میفته و البته بیشتر به خاطر میگویند که دیدگاه های درباره شعری تاجیکی هست که از شعر کلاسیکی ما که یعنی شاعران تاجیک همیشه غم پرستن میگن، یعنی یک تعبیر است و به همین خاطر اینجا هم یک افاده است که یعنی شعر استادوار محصولی همین پاره های دلشکستگی خود میدن و با این هم یعنی همین و در نهایت جنبه است، در نهایت سخن همین است که یعنی این شعر مفهوم یا عاطفه محصولی عاطفه هست که تا جاودانه ها باقی میمونه. ببین هرچند مثلا هزار ساله ها ما شاهد آن هستیم که از استاد رودا که مثلا تا امروز چقدر شاعران شعر گفتن سرودن که در صحیفه های ابدیت ثبت شدن و نام هم شاعران به وسیله همین ایجاد به وسیله همین پاره های دل شکسته که در شعر تجسم یافتن به صحیفه های ابدیت رقم زده شده است. تشکر. درست است خیلی که میگن نبوغ شاعری مردن ندارد، از این روی اون خدمت هایی که بزرگان ما کردن و استاد لایق در نزد ادبیات معاصر تاجیک در نزد جامعه امروزی ما کردن، اطمینان دارم که زنده و جاودان خواهد ماند. در این باره بسیار بسیار حرف میزنیم، بسیار میگوییم که شعر استاد لایق صد ساله های دیگر خدمت خواهد کرد و زنده و جاودان خواهد ماند و برای با معرفت شدن نسل امروز، جامعه امروزه خدمت استاد لایق بزرگ است و برای ارج گذاری نمودن به اشعار استاد لایق ما باید با واسطه وسایل اخباری عامه و در مکتب ها در بین جوانان باید که شعر استاد لایق و اشعار گرانبهای او را تلقین نماییم. برای صحبت پرمحتوا و شرح و تفسیر خیلی پرمعنی اظهار مینداری اهل تهیه‌گران برنامه را میرسانیم. خوش آمدید دوستان عزیز. زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم بی خدایی بگذرد. هر کسی بفروخت ما را من ندانم چی خرید، بی بهایی بگذرد ارزان بهایی بگذرد. بینندگانی عزیز تمنا میکنیم که زندگی شما سرشار از مهر و محبت و خرسندی و خوشنودی باشد. منظور شما بخش آهنگ شعری لایق. مهمانی امروزه برنامه ما یکی از حافظان شناخته علاچی فرهنگ مؤمنجان مولایف هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگویم به برنامه افتابورون. از شعر استاد لایق حافظان زیاده به آهنگ درآورده اند و مورد بهره برداری مخلصان و ادبیات دوستان قرار گرفته است و میخواستیم که تا چند اندازه شما از اشعار استاد لایق استفاده برده اید و تا چند اندازه به آهنگ درآورده اید، نقش اشعار استاد لایق را در فعالیت خود چگونه میدانید؟ بسیار خوب، من از شادرام استاد لایق شعری سالهای طولانی شعرهای اون کسی را همه آوازو میپریزم. من هم از شعرهای لایق شعری در سالهای دانشجویی بعد از دانشجویم سه چهار آهنگ و بستگی تا حال خونده گشتیم. یکم سرود کدام بود؟ یکم سرودیم آهنگ بستگیم این سالای 1989 بود در شهر دوشنبه کنکورسی مقامچوی جمهوری شدگی بود. در آن وقت ما در وقتی خالگیم کتابای لایق شعری گفتیم، اون وقت یک الهام آمدگی بود شعری تیارم میشوی روزی که من یاری نمیتانم، و من دل میدهی روزی که من دل داری نمیتانم. همین سرود باید که دیبینیم. تو با این روز چند شعر رو با آهنگ در آوردی؟ باشد در برنامه من 7-8 سرود در از اثری شعری لور شعری آهنگ بستگی بود.
خب انتخاب شما چگونه صورت می گرفت؟ مثلا از با کدام موضوع ها توجه دارید؟ از کدام موضوع ها شعر انتخاب کردید؟ عشق و عاشقی یا آن موضوع های اجتماعی؟ عموماً شعرهای استاد لایق شرالی در موضوع بسیارش عشق است. من همون دو سه چهار سرودهایی که انتخاب کردیم در موضوع عشق. این سرودها در بین مخلصان چگونه شهرت یافتند؟ همون وقت خود خلق انتخاب کرده بود که کدامش بسیاری معلقان برفته من اینش خونید میکنند اینش خونید میکنند همون خلق به نگاه کرده ما انتخاب اون کس بود باید میکردیم سرود میخونیم. تشکر. خوب میشد که یکی از سرودهایی که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآورده اید و منظور خودت منظور تماشابینان گردانده اید و برای خودتون مقبول است برای بینندگان ما منظور می ساختید. آوازتان خسته نباشد استاد. بسیار پرمضمون شعری که انتخاب کردید بسیار پرمضمون. اطمینان دارم که در دل دیده هر مخلصی شما جای گرفته است. استاد نقشه های شما در آینده چگونه است؟ نقشه ما هست کنسرت مونیم مخلص و انتظار از شعرهای استاد لایق در نقشه دارید که دارم دارم. با آهنگ دارید من گفتم که همون سرودهایی که هفت‌هشت پیشتر آهنگ به انداخته موندگی ولی وی ثبت نکردیم همین یک دوتا سیتیش ثبت کردگی موندگیش در آینده با کنسرتی زنده پیشکشی خلق میکنیم. من در پیش 700 سالگی شیخ کمال من خدا خواهد جشن میگیریم از غزلهای کمال خوجندی هم نقشه بحث برنامه ما در آوردگی خدا خواهد کنسرت پیشکشی خلق میکنیم. در موردی به آهنگ در آمدنی شعری از اشعار استاد لایق اطمینان دارم که آن شهرتی زیادی پیدا خواهد کرد زیرا استاد لایق آن نه فقط با سراییدنی عشق و محبت اینچنین دردی دل هر نفر مردم تاجیک را سراییدند. برای همین اطمینان دارم که خرد و کلان از شعر استاد لایق زمزمه میکند میخواند از یاد میکند و این برنامه آفتابباران نیز کوشش میکند که در هر برنامه با معنی های جالب مهمان خانه هر نفر مخلصان خود باشد و میخواستیم با این میخواهیم برای ترغیب نمودن ادبیات معاصر تاجیک خدمت خود را گذاریم و در فرجام برنامه باز یکی از سرودها را منظور می کردید.
تشکر زیاد استاد عزیز برای سرایدن سرودهای دلانگیز که طبی هر نفر رو بالیده ساخت. تمنا میکنیم که در قطار سرودهای شما از اشعار استاد لایق زیاد گردن و برای بینندگان ما و مخلصان شما این تحفه بی‌نظیر خواهد شد. خوش آمدید به برنامه آفتابباران. در آن ساعت که آخرین گلهای فصل تیرماه از باغ و بستانها به صد افسوس پرچینند، به خلوت یاد کن از من. در آن ساعت که آب رودهای تیرماه به حال و به طغیان زی ساحلها فروشینند، به حسرت یاد کن از من. در آن ساعت که خالی یا به کنجی خانه خود را، در آن ساعت که خالی از غمی شیرین ببینی آن دل فرزانه خود را، در آن ساعت که این دنیای بی آغاز و بی انجام برایت یک نفس پایان پذیر گردد، به رحمت یاد کن از من. بینندگان عزیز، در همین جا فرصت برنامه آفتابباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خدا حافظ.